واکنش تند پا به تبدیل آیا صوفیه به مسجد. به نام خداوند بخشنده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی از ویدیوهای کانال دیلی پرست. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید. ابو مسلم شیرزاد در صفحه رسمی فیسبوکش می نویسد: واکنش تند پاپ و تبدیل آیا صوفیه به مسجد دردناک بود. در عین حال واکنش ها بر تبدیل آیا صوفیه به مسجد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه می گوید تصمیم ما تغییر نمی کند. رئیس جمهور ترکیه گفته است که واکنش های کشورهای دیگر درباره تغییر آیا صوفیه به مسجد تغییری در تصمیم مقامات استانبول نخواهد آورد. با گزارش اسپوتنیک، شورای دولتی ترکیه تصمیم سال 1934 میلادی مبنی بر تبدیل آیا صوفیه به موزیم را لغو کرده است. رجب طیب اردوغان فرمان داد تا این موزیم را برای عبادت باز کنند که واکنش بسیاری از کشورها را با خود داشت. در همین حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که نظر دیگر کشورها تغییری بر تصمیم استانبول نخواهد گذاشت. آقای رجب طیب اردوغان گفت ترکیه تصمیم گرفت که به خواست مردم آیا صوفیه را به مسجد تبدیل کند. نظر سایر کشورها نمیتواند بر تصمیم ما تاثیر بگذارد. پس از اینکه رجب طیب اردوغان فرمان ادای نماز را در آیا صوفیه داد، ایالات متحده آمریکا نیز واکنش نشان داد. مورگان اورتگاس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، تصمیم دولت ترکیه برای تبدیل موزیم آیا صوفیه به مسجد را ناامید کننده خواند. آیا صوفیه در 27 دسامبر 537 به عنوان کلیسا افتتاح شد. کلیسای جامع بیش از 1000 سال بزرگترین معبد جهان مسیحی بوده است. پس از آنکه عثمانی ها قسطنطنیه و سقوط امپراتوری بیزانس را در سال 1453 میلادی با دست گرفت، کلیسای جامع به مسجد تبدیل شد. اما از سال 1934 میلادی این بنا با حکم بنیانگذار دولت مدرن ترکیه کمال آتاترک به موزه تبدیل شده و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار گرفته است. در عین حال شورای امنیت ملی کشور میگوید تا کنون 4200 زندانی طالب آزاد شده اند. دفتر شورای امنیت ملی کشور میگوید که دولت افغانستان در روزهای اخیر 180 زندانی گروه طالبان را از زندانهای کشور رها کرده است. جاوید فیصل، سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی کشور، صبح امروز دوشنبه 23 سرطان در توییت نوشته است که شمار زندانیان رها شده گروه طالبان کنون و 4199 نفر رسیده است. گروه طالبان نیز ادعا کرده است که تاکنون حدود 800 زندانی دولت افغانستان را از زندانهایشان رها کرده اند. در آخرین مورد، روز گذشته 10 نفر از نیروهای امنیتی از سوی این گروه در قندهار آزاد شدند. دولت افغانستان اما در آخرین اظهارات در مورد رهایی زندانیان دولتی از سوی گروه طالبان گفته است که این گروه در حدود 500 زندانی دولتی را رها کرده اند. در همین حال آقای فیصل همچنان گفته است که گروه طالبان در عملی کردن تعهداتشان کوتاه آمده و تاکنون نه تنها اینکه 1000 زندانی دولت را آزاد نکرده اند، بلکه افغان کشی را نیز متوقف نکرده اند. این در حالی است که روز گذشته گروه طالبان به درخواست ها مبنی بر کاهش خشونت و آغاز مذاکرات مستقیم بین الافغانی پاسخ داد و گفتند که توقف جنگ پیش از آغاز مذاکرات یک خواست غیر منطقی است. این گروه همچنان در اعلامیه گفته است که زندانیان باید هر چه زودتر آزاد و مذاکرات بین الافغانی آغاز شود تا در این مذاکرات راه های حل معضل افغانستان جستجو شود. این در حالی است که دفتر والی قندهار از رهایی 33 زندانی طالب از زندان مرکزی این ولایت خبر داده است. بر اساس اعلامیه این دفتر، این تعداد زندانیان امروز یکشنبه بر اساس فرمان رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی از زندان رها شده اند. تا کنون 114 زندانی گروه طالبان از زندان قندهار آزاد شده اند. در عین حال مقام های محلی در ولایت غور می گویند که مولوی محمد عثمان، خطیب مسجد جامع منطقه مصوم به برخانه، کشته شده است. عارف آبر، سخنگوی والی غور، برنامه اطلاعات روز گفته است که این رویداد روز گذشته شنبه 21 سرطان در درب منزل این خطیب مسجد جامع رخ داده است. آقای آبر افزود که مهاجم مسلح سوار بر موتور سایکل این خطیب مسجد جامع را هدف قرار داده است.
با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاعات ویدیوهای جدید و رسانه ما چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید. تا ویدیوی دیگر، خدا یار و نگهدارتان.